درس سوم، the report، یعنی گزارش. Liz sat among the books at the library and talked about his group project. تو همین جمله ما دو تا کلمه قرمز رو داریم. میگه لی نشسته بود، ساعت گذشته سید، نشسته بود among، در میان کتاباش توی library، توی کتابخونه، و داشت فکر میکرد به پروژه گروهشون. پس تو این جمله کلمه among در میانه و library یعنی کتابخونه رو یاد گرفتیم. They had to turn it in soon. Had to قبلا بهش اشاره کردیم، گذشته have to هست، یعنی مجبور بودن. وقتی شما یک کاری رو مجبور باشید که انجامش بدید از have to استفاده میکنید، که have to یا has to که اینجا گذشتهش had to هستش و از must شدتش بیشتره. They had to turn it in soon. به زودی باید اینا چیکار میکرد؟ اون رو تحویل میداد. اون پروژه‌ای که داشتن روش کار، گروهشون داشت کار میکرد. But he didn't even start his part. اما اون حتی اون پارت یا قسمت مربوط به خودش رو شروع نکرده بود. Jack and Claire were in his group. Jack و کلر تو گروه اون بودن. پس اینا یه گروه سه نفره بودن که لی بود، جک بود و کلر. گروپ هم یعنی گروه. پس لغاتی تا اینجا یاد گرفتیم among در میانه، library کتابخانه، had to باید، بایدی که بیشتر منظور مجبور بودنه، و soon یعنی به زودی، و گروپ هم در آخر داشتیم که یعنی گروه. They had worked hard. اونها به سختی کار کرده بودن. They were also very smart. اونها خیلی smart بودن، خیلی باهوش بودن. داره اون دو نفر میگه، اون دو تا دوستشو میگه. اونها smart بودن، خیلی باهوش بودن. And Lee didn't want them to get a bad grade. و لی نمیخواستش که به خاطر اون گروهشون bad grade، نمره بدی بگیرن. Jack did the report. Jack یک گزارشی رو آماده کرده بود. He wrote a lot of very good sentences. Wrote گذشته write. اون نوشته بود جملات خیلی خوبی رو نوشته بود. Good sentences. Sentences جمع sentence یعنی جمله. جملات خیلی خوبی رو نوشته بود. And described و توصیف کرده بود اون جملات رو. Described گذشته describe یعنی توصیف کردن. Describe توصیف کرده بود اونها رو با great adjectives، با صفتهای خیلی خوبی اونها رو وصف کرده بود یا توصیف کرده بود. و از لغاتی هم که اینجا یاد میگیریم wrote گذشته write یعنی نوشتن، sentence جمله، sentences جملات، describe توصیف کردن، described توصیف کرد، و adjectives که یعنی صفتهای خوبی رو براشون نوشته بود. Keller drew a nice map of the stars. میگه Jack drew گذشته draw یعنی ترسیم کردن، رسم کردن، کشیدن. drew ترسیم کرد و کشیده بود a nice map، یک نقشه خیلی زیبایی رو کشیده بود از stars، از ستاره ها. Now Lee needed to do his part of the project. حالا نوبت Lee بودش که چیکار بکنه، پروژه خودش رو انجام بده یا پروژه مربوط به خودش رو انجام بده. Well, I suppose I need to start my model, Lee thought. لی پیش خودش فکر کرد که من suppose، تصور میکنم، گمان میکنم که دیگه موقعشه که من برم چیکار بکنم، my model، مدل خودم رو شروع بکنم کار کردن. انگلیسی model، تو فارسی میشه مدل، که حواستون باشه که این اشتباه تلفظ نکنید. به انگلیسی اسمش model. پس suppose یعنی گمان کردن، تصور کردن. model یعنی همون مدل. Making a model of a planet was really hard. درست کردن یک مدلی از یک سیاره میتونست خیلی سخت باشه. Planet یعنی سیاره. Planet. بس درست کردن یک مدلی از یک planet، از یک سیاره میتونست خیلی سخت باشه. Lee tried to read several books. Lee تلاش کرد که بره بخونه several books. چندین کتاب بره بخونه. Several books. But he couldn't comprehend. اما هیچ کدومو نمیتونست درک بکنه. comprehend درک کردن. And he couldn't comprehend any of the charts. هیچ کدوم از این چارت ها، نمودارها رو نمیتونست درک بکنه. We're going to fail because of me. پیش خودش فکر کرد که ما فیل میشیم یا شکست میخوریم یا میافتیم این پروژه رو به خاطر من. چرا؟ چون اون دو نفر پروژهشون رو خوب انجام دادن، فقط این لی بود که درست انجام نداد بود پروژهشو. پس میگفتش که ما شکست میخوریم یا فیل میافتیم به خاطر اینکه من کارم خوب انجام ندادم. He put his head down on the table and said
سرش رو گذاشت روی میز، هد یعنی سر، سرش گذاشت روی میز و گفتش که I wish I could، ای کاش میتونستم، I wish I could یعنی ای کاش میتونستم، I wish I could see a planet، ای کاش میتونستم یک پلنت، یک سیاره را نزدیک ببینم. این صدا به جای اینکه این صدا بیاری بجنگ، به جای اینکه having to read about it، به جای اینکه برم کتابا رو بخونم، ای کاش میشد من یه سیاره را نزدیک میتونستم ببینم. Suddenly there was a bright light. ناگهان یک نور درخشانی ظاهر شد. Bright light. Light یعنی نور، روشنایی. Bright یعنی درخشان. یک نور درخشانی ظاهر شد. پس یه بار مرور میکنیم. اینجا یک among داشتیم، یعنی در میان، library یعنی کتابخانه، had to مجبور بودن، soon به زودی، group گروه، smart یعنی باهوش، بعد رتبه بعد wrote نوشت، sentences جملات، described توصیف کرد، adjectives یعنی صفت ها، drew ترسیم کرد، nice map نقشه زیبا یا نقشه خیلی خوب، suppose تصور کردن، گمان کردن، model یعنی مدل، planet سیاره، several books چندین کتاب، comprehend درک کردن، charts نمودارها، fail یعنی شکست خوردن، افتادن، head یعنی سر، I wish ای کاش، I wish I could ای کاش میتونستم، این صدا یعنی به جاش، bright light یعنی نور درخشان. Lee was pulled from his chair. بعضی اون نور درخشان ظاهر شد. Lee pulled کشیده شد از روی صندلیش. به کجا؟ Through the roof. به سمت یا به میان سقف. یعنی از روی صندلی جایی که نشسته بود کشیده شد به سمت سقف برده شد. And right into a strange ship. و مستقیما رفت داخل یک کشتی عجیب. حالا strange ship ما میتونیم هم سفینه عجیب معنی بکنیم، هم میتونیم کشتی عجیب معنی بکنیم. Strange ship. هر دوتاش هم درسته. Hello kid said the alien. Alien یعنی بیگانه، غریبه، بیگانه. یک بیگانه ای گفتش که Hello kid، سلام بچه. Did you ask for help؟ آیا تو کمک میخواستی؟ Lee told the friendly alien all about his project. Friendly یعنی مهربان، دوست داشتنی. Lee گفتش به اون friendly alien، به اون بیگانه مهربان یا بیگانه دوست داشتنی گفت قضیه پروژهشون رو، کاملا براش توضیح داد و the alien agreed to help Lee solve his problem. و اون alien قول داد بهش که کمک بکنه که solve بکنه، حل بکنه این مشکل رو، مشکلی که براش پیش اومده. First we'll fly through space. در ابتدا ما باید پرواز بکنیم، بریم به سمت space، بریم به سمت فضا. To view the universe. که اونجا بتونیم چی رو ببینیم؟ View ببینیم universe، جهان هستی رو، کهکشان ها رو بتونیم ببینیم. Then I can help you make a model of my planet. سپس من میتونم کمک بکنم به تو که چیکار بکنیم؟ یک مدلی از اون سیاره من بسازیم. Soon they were going through the clouds. به زودی اونها بودن در میان clouds، ابرها، و اونها they passed، اونها گذشتن از moon، they passed the moon یعنی از ماه گذشتن. Then they viewed Mars. Then they viewed Mars. سپس اونها چی رو دیدن؟ View یعنی دیدن. Viewed Mars یا Mars یعنی کره مریخ، که هر دوتاش درسته. اونها کره مریخ رو دیدن. Lee was very excited. Lee خیلی هیجان زده بود. خیلی هیجان زده بود. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. به جای اینکه حالا نمره بدی بگیرن، اونا حالا نمره، یعنی بهترین نمره رو میگرفتن. It's time to go home. وقتشه که بریم بخونه. اینو اون alien گفت. The alien finally said. اون بیگانه بالاخره گفتش که it's time to go home. وقتشه که ما بریم به خونه یا برگردیم به خونه. On the way back، در راه برگشت، he helped Lee make a model of the planet Mars. میگه در راه برگشت اون کمک کرد، کمک کرد که make، بسازه یک مدلی از سیاره مریخ رو. Soon they were on Earth. به زودی اونها روی زمین بودن. Thanks، Lee said. Lee گفتش که متشکرم. My model will be awesome. مدل من awesome یعنی فوق‌العاده خواهد شد. Then he took his model and said goodbye to his new friend. سپس چیکار کرد؟ از دوست جدید خودش، تشکر کرد و از اون خداحافظی کرد. New friend یعنی دوست جدید خودش. کلماتی که اینجا داشتیم، pull داشتیم یعنی کشیده شد، roof یعنی سقف،
استرنشیپ گفتیم، هم میتونیم بگیم کشتی عجیب، هم میتونیم بگیم سفینه عجیب. ایلین بیگانه، فرندلی یعنی مهربان، سول یعنی حل کردن، سپیس یعنی فضا، یونیورس یعنی کهکشان یعنی جهان هستی، کلاودز یعنی ابرها، پست یعنی گذشتن، مون ماه، ویود مارس یعنی مارس یا مارز یعنی کره مریخ را دیدن، اکسایتد یعنی هیجان زده، ایتس تایم تو گو هوم یعنی وقت رفتن، میک یعنی ساختن، awesome یعنی فوق‌العاده، عالی، نیو فرندم یعنی دوست جدید خودش. خب درس کامل براتون توضیح دادم، حالا با قسمت بعدی با من همراه باشید. از روی لیست لغات میخواییم چیکار بکنیم، داستان رو تعریف بکنیم و اون رو کم کم حفظ بشیم و بتونیم این 30 لغت رو به صورت زنجیروار به همدیگه وصل بکنیم. بس با قسمت بعدی با من همراه باشید. خب حالا با هم لغات درس سوم رو به صورت ICS مرور میکنیم و اونها رو با همدیگه تمرین میکنیم و کاری میکنیم که این لغات رو به صورت زنجیروار به هم بچسبونیم و هر وقت هر کدوم از این لغات رو دیدیم لغات دیگه ای هم به ذهنمون بیاد. بس همونطور که قبلا هم توضیح دادم، هدف ما حفظ کردن معانی لغات نیست، بلکه قرار دادن لغات تو دل داستانه و با یاد گرفتن این داستان و تکرار کردن داستان، لغات داخل اون داستان به همدیگه متصل میشن و با یادآوری اون داستان میتونیم لغات رو مفهومش رو به یاد بیاریم. خب داستان در مورد یک گزارش بود دیگه، the report. report یعنی گزارش. پس همینطور که من دارم توضیح میدم، شما دوستان هم لیست لغات رو داشته باشین، روی لیست لغات توجه بکنید و سعی کنید بعد از من شما هم همین کار رو تکرار بکنید. report داستان درباره یک گزارشه. میگه لی نشستود امانگ، در میان کتاب‌هاش توی لایبرری، توی کتابخونه نشسته بود. بس لی نشسته بود امانگ، در میان کتاب‌هاش توی لایبرری، توی کتابخانه. و اون حتی مجبور بود و باید چیکار می‌کرد؟ سون به زودی پروژه‌ش رو تحویل می‌داد. و دو تا دوست دیگه‌ای داشتن که به نام جک و کلر، که اونها گروپ توی یک گروه بودن. و اونها سمارت بودن، اونها خیلی باهوش بودن. و لی نمیخواستش که اونها به خاطر این بد گرید، نمره بدی بگیرن. جک چیکار کرده بود؟ جک روت نوشته بود یک گود سنتنسز، جملات خیلی خوبی نوشته بود تو اون پروژه‌ای که انجام داده بود و اونها رو دیسکرایبد، توصیف کرده بود با گرید ادجکتیوز، با صفات‌های خیلی خوبی را. و کلر هم چیکار کرده بود؟ درو رسم کرده بود یک نایس مپ، یک نقشه زیبایی رو رسم کرده بود از ستاره ها، استار ستاره ها. و حالا لی بیش خودش فکر میکرد که سپوز، من تصور میکنم، من گمان میکنم که دیگه وقتشه که من برم مدل خودم رو از اون سیاره، از یک سیاره بسازم، از پلنت، از یک سیاره بسازم. به خاطر همین رفت سیورال بوکس، چندین کتاب رو تهیه کرد و شروع کرد به خوندن اونها. اما اون نمیتونست کامپریهند کنه، درک بکنه هیچ کدوم از این چارت نمودارهایی که داخل این کتاب ها کشیده شده بود. و اون پیش خودش میگفتش که ما حتما فیل، شکست میخوریم به خاطر من. به خاطر همین چیکار کرد؟ هد سرش رو گذاشت روی میز رو و پیش خودش گفت I wish I could. ای کاش میتونستم من یک سیاره رو نزدیک ببینم به جایی که برم چندین کتاب رو بخونم. در همین حال یک برایت لایت، یک نور درخشانی ظاهر شد و پولد، کشید اون رو، لی رو کشید و برد به ترود روف، به میان سقف برد و از اونجا وارد یک استرنشیپ، یک کشتی عجیب یا یک سفینه عجیبی کرد. اونجا یک ایلین، یک بیگانه‌ای بودش که بهش گفتش که آیا تو کمک می‌خواستی؟ و اون ایلین خیلی فرندلی، خیلی مهربان بود و گفتش که من کمک میکنم. که اون لی براش توضیح داد که مشکلش چیه و درباره پروژهش توضیح داد و اون گفتش که من به تو کمک میکنم که سولو حل بکنی، یعنی کمک میکنم که سولو حل بکنی این مشکلت رو. ولی که ما ابتدا باید بریم به سپیس، بریم به فضا و از اونجا بریم وارد یونیورس بشیم. یونیورس یعنی جهان هستی، کهکشان ها. اونجا وارد جهان هستی بشیم و از اینها چیکار کردن؟ بعد حرکت کردن و از کلاودز، از ابرها گذشتن و پست عبور کردن از مون، از ماه و در اونجا ویود مارس، اونجا کره مریخ رو
دیدن. مارس یا مارز، هر دوتا درسته، کوری مرجی خود دیدن. لی خیلی اکسایتد، خیلی هیجان زده بود که داشت که سیاره مریخ رو نزدیک میدید. اون ایلین، اون بیگانه، بهش گفت که در راه برگشت من به تو کمک میکنم که تو چیکار بکنی، سیارت رو بسازی. در راه برگشت سیاره رو براش درست کردش و این خیلی خوشحال شد و گفتش که اون awesome، اون فوق‌العاده خواهد شد اون سیاره که من درست کردم، و از اون نیو فرند، دوست جدید خودش، تشکر کرد و خداحافظی کرد. پس دیدیم که ما طی داستان تونستیم لغات رو به همدیگه بچسبونیم. چندین بار این داستان رو تکرار بکنید و تمرین میکنید، بعد از چندین بار قطعا شما این رو حفظ خواهید شد و میتونید از حفظ این همه لغات رو پشت سر هم بگید. این از درس سوم. درس های بعدی ما رو هم پیگیری بکنید تا بتونیم دایره لغاتمون رو به همون عددی که ابتدا هم خدمتتون گفتم، به همون 4000 لغتی که اسم کتاب هست، 4000 واژه، به همون تعداد ما لغات رو انشالله برسونیم. با من همراه باشید. خدا نگهدار.